سلام علیکم دوستان و بیننده های عزیز یوتیوب کانال تیک تیوب، یک بار دیگر احمد دارست خوشمند هستم و با یک ویدیو کاملا جدید یوتیوب کانال ما خوش آمدید. خب بیشتر از اوقات مطمئن هستم حتما برای شما هم اتفاق افتاده که یک موزیک را یا هم یک ویدیو را یا هم یک آهنگ را، خلاصه در کل یک صدا را شما در یک جای میشنوین و خیلی کوشش میکنین تا اینکه نام از او آهنگ و همچنان خواننده یا هم آوازخوان از آهنگ را پیدا بکنین تا شما او آهنگ را دانلود بکنین و لذت ببرین یا هم در ویدیوهای تیک تاکتون از او استفاده بکنین، که بسیار یک معضل بزرگ است برای زیاد از دوستا که بر ما هم برای یک مدت زیاد یعنی اتفاق افتاده بوده که بعضی از آهنگ ها را میشنویم، میخواییم در بگرد میوزیک ویدیوهای خود استفاده بکنم یا هم میخواییم که در بعضی از دیگر قسمت های در دیگر ادیت ها استفاده بکنم، ولی نمیتونم که نام دقیق از آهنگ و هم نام دقیق آوازخوان را دریافت بکنم تا اینکه بتونم آهنگ را دانلود بکنم و بعدا ازش استفاده بکنم، که قسمی که قبلا اشاره کردم حتما برای شما هم چون اتفاق افتاده. خب امروز با یک تکنیک و یک ترفند خیلی آسان و ساده میخوایم که این راهکار ما برای شما حل بسازم یا هم این مشکل را حل بسازم، که بسیار ساده شما آهنگ پلی میکنید و این موبایلتون بدون هیچ نوع برنامه برای شما ایرا نشان میده یا هم برای شما میگه که در اصل این آهنگ مربوط به کی میشه و آوازخوانش کی است و دیگه همه مشخصات را برای شما خلاصه در کل براتون میده. اگر از بیننده ها و هم مخاطبین جدید کانال ما هستین حتما کانال را سابسکرایب بکنین، دکمه زنگ بل را همچنان تپ بکنین و تا هر ویدیو جدیدی که من اپلود میکنم شما از او آگاه شوین، و کسایی که از قبل سابسکرایب کردن بسیار تشکر از همتون به خاطر حمایت کردن از من و همچنان ویدیوهای من. بهتون صفحات اینستاگرام و پیج فیسبوک ما میایم، اگر دوست داشتین میتونین اونا را همچنان فالو داشته باشین تا اینکه قرار است ویدیوهای کاملا کوتاه و جالب را دو همچنان اپلود بکنیم. خب زیاد وقتتون را نمیگیریم، بریم به خیر طرف موبایل که من برای شما این نشان بدم که چگونه میتونیم که هر آهنگ و هر صدایی که دوست دارین به آسانیش پیدا بکنیم. تا آخر ما را همراهی بکنیم. خب دوستا، قسمی که قبلا هم ما برای شما اشاره کردم، شما میتونین که نام هر آهنگ یا هم هر موزیک ویدیو را خواسته باشین توسط امی موبایلتون دریافت بکنین و نیازی به همچنان به هیچ برنامه یا هم هیچ اپلیکیشن نداره. خب ما در قدم اول برای شما راهکار زیر روی موبایل آیفون آموزش میتونم، باز بعد از اینکه آیفون تکمیل شد بعدا میریم روی اندروید و او هم برای شما ایر آموزش میتونم. خب به خاطر انجام دادن این کار، قدم اول یک بار شما میرین روی سیتینگز موبایلتان، سیتینگ موبایلتان را باز میکنین، کمی که برین پوینت تر اینجا میبینین که یک آپشن وجود داره به نام سیری اند سرچ، روی از این سیری اند سرچ یک بار کلیک میکنین. این قسمت دو آپشن یا یک قسمت وجود داره که در موبایل ما هم فعلا غیر فعال است، لیسن فور هی سیری است همراه با پرس هوم فور سیری، که خب ما نیاز داریم که هر دوی زیر فعال بسازیم، ولی در قدم اول ما باید Listen for Hey Siri را فعال بکنیم زمانی که موبایل ما هم در شارژ می باشه و همچنان در اینترنت وصل می باشه، حتی از راه دورم ما میتونیم کمی کار را انجام بدیم. خب ما در قدم اول میرم و Listen for Hey Siri را فعال می سازم و چند مراحل داره، شما میتونید که مراحل فعال سازیش همچنان ببینید که چطور میتونیم که سیری را در روی موبایل خود فعال بسازم. خب من یک بار فعال می سازم، برای من میخواد Enable Siri، روی Enable کلیک میکنم. به این ترتیب برای شما یک گزینه باز میشه Setup Hey Siri، که This helps us Siri recognize your voice when you say Hey Siri، میگه برای شما کمک میکنه تا ای که وقت شما هم را با صدایتون Hey Siri صدا میکنین خود آیفونتون صدای شما را بشناسه. خب میریم روی Continue، برای ما میگه بگوین Hey Siri. خب مرحله اول تکمیل است. Hey Siri, send a message. Hey Siri, how's the weather today? مرحله بعدی. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. و مرحله آخر. Hey Siri, play some music. خب سیری تقریبا تکمیل است، یعنی که ما با صدای خود فعلا سیری در موبایل خود وصل کردیم. خب قسمی که ما برای شما گفتم، همین 5 مرحله به خاطر زمین گذاشته شده که شما وایستون را در خود موبایلتون ثبت بکنین، یعنی وقتی که بعدا شما با همین صدا روی آیفونتون صدا بکنین هی سیری، خود آیفونتون اسکرینش روشن میشه و هر چیزی که شما برایش دستور بدین هم کار برای شما انجام میده. خب من در قسمت پریس هوم فور سیری را همچنان فعال میمانم زمانی که من هوم بتن یا هم دکمه وسط موبایل خود را همچنان محکم بگیرم، بازم گزینه سیری برای من فعال میشه. خب این بود مرحله اول به خاطر فعال کردن سیری، یعنی تقریبا ما زیاد از کارها را فعلا انجام دادیم.
خب زمانی که من این سویچ هوم بتن خود را که من بیشتر از قسمت تنظیمش کردم، زمانی که من ایره محکم بگیرم، میبینید که این قسمت سری برای شما باز میشه و خود سری هم برای شما میگه What can I help you? Go ahead and listen. یعنی که چی مشکل دارین بگوین که من میتونم مشکل برای شما حل بسازم. I'm not sure I understand. درست؟ خب به خاطر از اینکه این کار را انجام بتین، دیگه حال شما سری را باز میکنین و به خاطر سری ما هم یک جمله داریم که با گفتن از اون جمله شما میتونین که موزیک ویدیوی مورد دلخواهتون را دریافت کنین. خب زمانی که شما رفتین و سری را در موبایلتون کانکت کردین و با فشار دادن نزدیک دکمه هوم بتن رفتین و سری را فعال کردین، فقط کافی است که شما بر بگوین برای خود از این سری یا هم امی اسیستنت موبایلتون که Hey Siri, what's this song؟ وقتی که این جمله را میگین خود از این آماده به این میشه تا ای که شما ویدیو را پلی بسازین یا هم آهنگ را که تو زاین آهنگ را پلی بسازین تا اون آهنگ را برای شما دریافت بکنه. خب بریم یک بار به طور امتحانی کار انجام بدیم و نگفتم نمونه که ما در قدم اول یک میوزیک ویدیو را فعلا دیگه برای شما آماده کردیم که این فری است و خاطر اینکه باز کپی رایت در روی ویدیو ما نبیایم و خاطر یک چند ویدیو فری را در قدم اول برتون امتحان میکنم و باز بعد از اون میریم چند ویدیوهای دیگر همچون امتحان میکنیم و کوشش میکنیم ساوندشون رو کم بونم چون که روی ویدیوی ما کدوم کپی رایت نبیه. خب بریم یک بار عملی بر شما انجام بدیم. بخاطر انجام دادن عملی زی یک بار سری رو باز میکنیم و بر خود از سری میگیم که Hey Siri, what's this song؟ آهنگ خود حالا پلی میکنیم. درست؟ خب دوستا مشاهده کرده میتونین فعلا در قسمت که بر من امی آهنگ را که پلی کردم بر من در قدم بالا یادم قسمت بالایش که به صورت بولد نوشته کرده نام خود از این آهنگ را نوشته کرده و در قسمت پایین همچنان چینل که و یا هم آوازخانه که این ویدیو را اپلود کرده رو بر من نوشته کرده که اگر من برم عین چیز را روی یوتیوب سرچ بکنم دقیقا امی آهنگ را که من فعلا برای شما پلی کردم از روی موبایل امی آهنگ را برای شما دریافت میکنم. خب یک آهنگی بود که فری بود، من نقدم خواستم که ایره بر شما نمایش بتم. حالا میریم و یک آهنگ دیگر بر شما پلی میسازم تا ای که کاملا مطمئن شوین که همین تکنیکی که بر شما گفتیم کار میکنه. خب من موبایل خود را میگیریم و یک آهنگ دیگر پلی میکنم تا ای که ببینیم که او آهنگ را آیا ای سیری ما دریافت کرده میتونه هم یا خیر. و خب فعلا دوستا بیاین تا ای که یک آهنگ دیگر بر شما پلی بسازیم و ببینیم که سیری ما آیا میتونه که ای آهنگ را هم تشخیص بده یا نه. خب امیدوار هستم که این آهنگ کپی رایت نداشته باشه و اگر شما بعدا مشاهده میکنین که این صدا نداره خب طبعا حتمی کپی رایت دریافت کرده و ما آهنگش را قطع کردیم. خب یک بار بازم تست میکنیم ببینیم که چطور میشه. هوم بتن خود را محکم میگیریم به این شکل باز میشه. Hey Siri, what's this song؟ پلی میکنیم آهنگ خود را. دوستا میتونین ببینین که به همین سادگی و به همین زودی ویدیو را که من پلی کردم بر من دریافت کردش. کجا میری بای شرافت پروانی The sounds like کجا میری بای شرافت پروانی در قسمت بالا هم برای شما نوشته کردم. یعنی که هر نوع آهنگ یا هم هر نوع ویدیوی را که شما پلی میکنین یا هم هر نوع ویدیوی را که شما در روی موبایلتان میداشته باشین یا هر موبایل دیگه پلی میکنین و بسیار آسانی و سادگی میتونه که به می شکل برای شما نام از آوازخوان را و همچنان نام آهنگ را و کسی که آهنگ را خوانده را برای شما دریافت بکنم. خب دوستا فقطا بسیار کار آسان، شما میرین در قدم اول سری را روی موبایلتون فعال میسازین. اگر از قبل فعال است خب کار شما آسان است یک مرحله. وقتی که سری رفتین فعال کردین فقط میگین برش سری که Hey Siri, what's this song؟ با گفتن ازمی کلمه یا هم با گفتن ازمی جمله در اصل سری شروع میکنه به شنیدن وایس شما و شما هر آهنگ یا هر ساوند یا هم هر ویدیو را که برش پلی میکنین کوشش میکنه تا او را سرچ بکنه و برای شما دریافتش بکنه. خب یعنی خیلی ساده است، میتونید شما این کار انجام بدین و حتما در مورد از ویدیو هم کامنت بگذارین. خب. درست، خب ما چون صدایی نداشتیم فعلا دیگه. این هم بود ویدیو امروزی ما. اگر از ویدیو خوشتون آمد حتما ویدیو را لایک بکنین و همچون در آخر ویدیو فراموشم نشه که من در اول ویدیو هم برای شما ایرم وعده داده بودم که من برای شما روی موبایل اندروید همچون ایرم آموزش میتم. خب فعلا موبایل اندروید در دسترس ما قرار نداره ولی برای شما مراحلش هم میگم که بتونین ساده‌تر این کار همچون انجام بدین. خب فقطا میرین در روی موبایل اندرویدتان روی بخش گوگل و دوباره این گپ را میگین یا هم روی موبایل اندرویدتان فقط کافی است صدا بگوین های بیکسبی یا هم های گوگل
برای شما مو گوگل اسیستنت باز میشه و دوباره در مو قسمت دوباره باز هم میگین What is this song و مو پنلش برای شما باز میشه و آهنگ رو پلی میکنین و به میسادگی برای شما نام و آهنگ رو و دیگه مشخصاتش رو دریافت میکنین. خب من اندرویدش برای شما عملی نشان ندادم، آیفون برای شما عملی نشان دادم. دیگه بازم اگر چیز مشکل داشتین حتما کامنت بگذارین و ویدیو رو حتما شیر بکنین با دوستاتون تا اینکه دیگه دوستای ما همشون از این تکنیک جالب لذت ببرن و مستفید شون. ویدیوهای دیگه ما رو همچنان در چنل مشاهده بکنین. برای فعلا وقتتان خوش.